عبدالهادی الخواجه یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی شیعه در زندانهای آل خلیفه است. دختر او مریم طی اظهاراتی از تلاش نیروهای امنیتی حکومت بحرین برای کشتن پدرش در زندان پرده برداشت و خواهان دخالت سازمانها و نهادهای بین المللی برای متوقف کردن این تلاش شد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مریم الخاجه دختر عبدالهادی خاجه فعال برجسته حقوق بشری بحرین از حکومت بحرین درخواست کرد تا برای نجات جان پدرش اقدام کنند او در ویدیویی که در توییتر منتشر کرد خطاب به حمد آل خلیفه سلمان آل خلیفه و وزارت کشور بحرین گفت که آماده است با پدرش مبادله شود تا او بتواند درمان فوری مورد نیاز خود را دریافت کند مریم در توییت قبلی خود نوشته بود عبدالحادی الخاجه به دلیل عارضه قلبی به اورژانس منتقل شد اما از مراجعه به متخصص قلب خودداری کردند وی افسود رژیم بهرین قصد دارد پدرم را بکشد وقتی میخواست به من بگوید چه اتفاقی برایش افتاده دوبار تماس را قطع کردن بعد از آن مدت طولانی نشستم و به موبایل خود خیره شدم به این امید که دوباره تماس بگیرد من همیشه در حالت اضطراب منتظر آن تماس هستم که به من بگویند برای پدرم در زندان بدنام آنها اتفاقی افتاده و آخرین اخبار به طور تصاعدی بر استراب من افسوده است او ادامه داد پدرم در زندانهایشان می میرد و جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و دانمارک بارها و بارها به خاطر منافع کوتح بینانهشان او را ناکام گذاشتند من نمیخواهم پدرم را در تابوت به خانواده ما برگردانند ما به متحدان بحرین به ویژه غرب نیاز داریم تا قبل از اینکه خیلی دیر شود وارد عمل شوند افه بین الملل در توییتی به نقل از خانواده عبدالهادی الخاجه تایید کرد که مقامات بحرین در شامگاه 28 فوریه به دلیل امتناع وی از بستن دستهایش در حالی که در بیمارستان بستری بود از ملاقات با پزشک متخصص قلب جلوگیری کردند. در همین حال پروفسور دامیان مکورمک یک پزشک ساکن دوبلین ایرلند درباره مشکل قلبی الخاجه گفت من عمیقا نگران گزارش هایی هستم که نشان می دهد عبدالهادی الخاجه از ارزیابی قلبی و درمان در حالی که از علائم رنج می برد محروم است او باید فوراً برای تشخیص و درمان به بخش مراقبت های قلبی سطح سوم منتقل شود. من مشتاقم در صورت امکان انتقال پزشکی او به ایرلند را تسهیل کنم و امیدوارم که کارکنان ارشد کالج سلطنتی جراحان در بحرین بتوانند رژیم را تشویق کنند تا این اجازه را بدهد. علی اکبری اخبار شیعه